سلام دوستان، خیلی مخلصیم، چاکریم، امیدواریم که حالتون عالی، میزون، اوکی، همیشه سرحال باشین. امروز مثل اینکه اسامینا اینجا رو میخوان آبیاری قطره‌ای کنن دوستان. بریم ببینیم در حال انجام چه فعالیت های لازمی هستن. رسیدیم. توضیحات برای بچه ها بدم. بچه چطور میتونین؟ خوبین؟ چه خبرها؟ داریم باقی که میبینین میخواییم خیار بکاریم، بعدا میخواییم آبیاری قطره‌ای کنیم. اول داریم این انشاباشو درست میکنیم. انشاباشو بچه ها بهتون بگم که آفایم حتما برای هر خطی که میخواییم بکنیم، ما میخواییم خطها رو اینجوری اینجوری بکنیم، 10 تا خط، 9 تا خط. برای هر انشابی یه شیر میذاریم، یه شیر میذاریم که بتونیم راحت باز و بستش کنیم. اگه یه خطی رو نخواستیم آب بدیم، یک خطی خواستیم آب بدیم، کود خواستیم بدیم، یا هر کاری میخواییم بکنیم، میتونیم براش انشاب بذاریم و یه شیر بذاریم، میتونیم قطع و بستش کنیم. یعنی اینکه مثل بقیه قطره‌ای‌ها نیستش که همه کارو مثلا یه لوله بکشیم همه جا رو با یه لوله آب بدیم، نه، برای هر خطی یه دونه. درسته ذره هزینه‌مون میره بالا، ولی باعث میشه که تو راندمان کاریمون خیلی افزایش پیدا کنه. درسته یه ذره هزینه بالاست به خاطر اینکه شیرا گرونه یا مثلا سراواد بزنین یا همه این کارا، ولی خیلی جوابگوه. این همین بس کنیم بچه ها. برای اینکه این سرا رو بس کنیم، خیلی بچه ها نمیدونن اینجوری، اول باید این مهرش رو بدیم، بعد این سفیده رو به سمت تختش به سمت بیرون باشه، این زرده پشت به پشت قرار بگیره و این آخر هم واشارشه. اینو میزنیم داخل این، به راحتی هم بسته میشه، با دست هم آب بندی میشه. اگه با دست آب بندی نشد میتونیم با آچار آب بندی کنیم. نمیذاره کار انجام بدیم، ببینیم چطوره. این لوله پنج لایه است، چون خودمون داشتیم شما میتونید لوله پلیترین استفاده کنین، ارزون تر هم است. اینا رو قبلا آماده کردم، اونجا هستش، قبلا آماده کردیم با رفیقم آیدین و الان میخوایم کم کم اینا رو جا بزنیم که آماده بشه. برای هر خطی گذاشتیم این لوله خیلی آسونه. اینو از اول بچه همیشه اول اینو بدیم داخل مهره رو، بعدن سفیده که تخته که وسطش یه برش داره، بعدش این زرده، بعدش این واشار توی پیه رینگی بهش میگم، میزنیم توی این خیلی راحت. Thank you.
بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ در حال لوله کشی هستیم. اون روز براتون ویدیو گرفتم، اول ویدیو هستش که اینا رو بس کردیم، شیراشو برای هللاین. الانم دارم لوله های این 2-16 هم هست، ولی ما داریم 2 بس میکنیم برای باغ خیار، چون آبیاریش خیلی عجیب غریب زیاده، برای هم میخواییم 2 بس کنیم. خیلی مخلصیم، بریم ببینیم چه خبره. بچه ها باید این چون گرده باید قشنگ رو زمین اینجوری باش بازی کنیم که تاب نخوره. آروم آروم بریم تا پایین. هوا هم گرم شده، عجیب غریب گرم شده دیگه. تایم خیاره، برای کاشت خیار داریم آماده میشیم. بعدا قطعه چکوناش هم روش بس میکنیم، فعلا قطعه چکون نمیخواد. یه بار باید بازش کنیم حتی داخلش شسته بشه لوله ها، بعدا قطعه چکوناش رو بس کنیم. انشالله این برسه تا اون تا. بالاخره رسیدیم به آخر کار. اینجوریه که الان ما اون برا تمام قطعه چکوناشو بس کردیم، لوله هاشو کشیدیم، تمام قطعه چکوناشو بس کردیم. الان میخوام یه دونه براتون قطعه چکون بس کنم، شما ببینین لذتشو بده. یه دونه از این پانچا میخواد که سرش یه دونه میخ داره. این یه دونه زدم، الان یه دونه حدود 40 سانت بین هر خیار فاصله باید باشه، یه دونه دیگه میزنم. این پانچ رو دست ما اینجوری میگیریمش، یه فشار به صورت اوریب میدیم، این سوراخ میشه. یه دونه اینجوری بازیش میدیم، گشاد میشه. یه دونه از این قطعه چکونا اینجوری یه ذره دوپهن میکنیم که بتونیم قشنگ فشار بدیم بره داخل. اینجوری فشار میدیمش، قشنگ میری میشینه تموم. این هم که کم و زیاد میشه. حالا بریم بتونیم یه دونه نشون بدم در حال قطعه چکوندن. بچه این پانچا خیلی جذابه، این قطعه چکونا میگم. نیا کنین الان داره کار میکنه، داره کار میکنه. دیدین قطعه‌ای داره میاد. ما میتونیم اینو زیادش کنیم، تونتر هم بیاد، اینجوری تونتر بیاد. بعد اینو کمش کنیم، کمتر بیاد. خیلی باحال، خیلی ریلکس، خیلی عالی. الان این داره قطع شد، داره قطره‌ای خیلی کم میاد. اینو میتونیم زیاد کنیم، به سمت راست بچرخونیم، قطره‌ای زیاد بیاد، اصلا آب شورجه کنه. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. ان شاء الله شما هم استفاده کنین، لذتش ببرین. فدای شما.